اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. این چشم‌انداز بامدادی است در ساعت 7 بامداد تهران، 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه. درود بر شما. سه‌شنبه است 20 اسفند 10 مارس. جهان آغشته کرونا، ایتالیا به تمهیدات سخت، ایران متوسل شده. از ایران چه خبر؟ این تعداد چرا به یک بار انقدر زیاد شده؟ واقعا کرونا تاثیری نداشته؟ اگر تاثیر داشته بگیم به مردم. چرا میگیم بر اساس ناراحتی ریه، نارسایی ریه و آنفولانزا و موضوعات این شکلی؟ خب اگر بوده چرا قبل از این نبود؟ مشت محکم کرونا بر بازارهای جهانی، آیا بحران مالی دیگری در راه است؟ شرایطی که امروز هست قطعا قابل مقایسه با شرایط 2008 هست، یعنی تمامی عوامل بحران وجود داره. دو پادشاه در یک اقلیم، از افغانستانی که امروز دو رئیس جمهور دارد هم خواهیم گفت. موضوعات بسیار دیگر هم داریم که البته پیام‌های شما بخشی از اون خواهد بود. ظرف یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان. سرآغاز تازه‌ترین خبرهای جهان با محمد صباحی، تهیه کننده برنامه. درود و بامدادتان خوش. با افزایش سریع تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایتالیا، اعمال محدودیت‌های شدید و قرنطینه سختگیرانه در منطقه شمال این کشور حالا شامل همه ایتالیا می‌شود. همه گرد همایی‌های عمومی ممنوع شده و به مردم گفته شده در خانه‌هایشان بمانند و برای سفرهای ضروری و یا فوریت‌های پزشکی مجوز بگیرند. همزمان در آمریکا مایک پنس، معاون رئیس جمهوری و مسئول ستاد مبارزه با کرونا در این کشور، میگوید نمی‌داند که دونالد ترامپ آزمایش کرونا داده یا نه. گفته شده که دو نفر از نمایندگان کنگره که خود را قرنطینه کردند، چند روز پیش با آقای ترامپ دیدار کردند. از سوی دیگر، تبعات اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا و کاهش بهای نفت باعث شد روز گذشته بازارهای جهانی بدترین روز خود را پس از بحران اقتصادی 12 سال پیش تجربه کنند. بازارهای شرق آسیا بامداد امروز را نیز با ناپایداری شروع کردند. همزمان در ایران، فرماندار ویژه کاشان میگوید بر اساس گزارش وزارت بهداشت، از ابتدای اسفند تا کنون در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل 88 نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 فوت کردند. علی اکبر مرتضایی گفته در این مدت 1056 نفر کرونا مثبت در این منطقه شناسایی شدند. به گفته آقای مرتضایی، نیمی از مبتلایان شناسایی شده بهبود یافته و ترخیص شدند، اما به علت گسترش بیماری افراد دیگری جایگزین آنها شدند. همزمان یک عضو شورای شهر رشت هم در جلسه کمیسیون بهداشت این شورا از پنهانکاری در ارائه آمار دقیق توسط دولت انتقاد کرده. شخص آقای رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر می‌کنید اینجا خبری نیست، تشریف بیارید اینجا. ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما خواهیم، ولی فکر کنم این دفعه باید تو باقی رضوان ازتون استقبال کنم، چون شوخی نداریم اینجا، بس خیلی خرابه. و در خبری دیگر، وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون اعلام کرده که روند کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان در چارچوب توافق اخیر با گروه طالبان آغاز شده است. بنابر بیانیه پنتاگون، در ظرف 135 روز آینده تعداد نیروهای آمریکایی از حدود 13,000 نفر به 8,600 نفر کاهش خواهد یافت. کامبیز فتایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. پنتاگون گفته روند کاهش نیروهای آمریکایی با در نظر گرفتن اوضاع در افغانستان انجام می شود و ایالات متحده همچنان از توانایی نظامی و اطلاعاتی لازم برای مقابله با گروه‌های نظیر داعش و القاعده برخوردار خواهد بود. در مرحله اول اما آمریکا حدود 4500 نیروی خود را در ظرف 4.5 ماه آینده از افغانستان خارج می کند. روندی که پنتاگون می گوید حالا رسما آغاز شده. شنونده تازه‌ترین خبرهای جهان بودید از بی بی سی فارسی. صبح و روز و شب شما بخیر. خوشی هر جای دنیا که هستید. داریوش رجبینم با چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه 20 اسفند 1398 10 مارس 2020 میلادی از رادیو بی بی سی در لندن آرزومندم که در حال و هوای خوشی باشید. البته ویروس کرونا به همان شیوهی که همه قاره های مسکون جهان رو فرا گرفته، سرخط خبرها رو هم هفته هاست که به خودش اختصاص داده، امروز هم مستثنا نیست. به جز حالا که دولت ایتالیا برای لگام زدن بر این ویروس لگام گسیخته،
تمهیدات سختگیرانه پیاده کرده. هر نوع گرد همایی در سراسر ایتالیا ممنوع شده و مسافرت‌ها محدود تا جلوی بزرگترین دامنه شیوع ویروس کرونا در بیرون از چین گرفته شود. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا از مردم کشورش خواسته است که در خانه‌هایشان بمانند و تنها برای رفتن به محل کار یا در موارد بسیار ضروری و اضطراری از خانه بیرون روند. طبق عادت این روزها پیش از موشکافی اوضاع در ایران نگاه کلی داشته باشیم به نقشه کرونا در جهان با مهنوش پورزیایی در واشنگتن. به دستور نخست وزیر ایتالیا تمامی این کشور منطقه خطر یا قرمز اعلام شده. بر اساس تدابیر اضطراری ویژه دولت ایتالیا تمام مردم باید به جز موارد اضطراری و یا کار در خانه بمانند. خود نخست وزیر اعلام کرده از این پس در خانه خواهد ماند. تعداد تلفات در ایتالیا به 463 نفر رسیده و بیش از 9000 مورد ابتلا به کووید 19 یا کرونا جدید در این کشور تایید شده. تمام رویدادهای ورزشی ایتالیا از جمله مسابقات سری A فوتبال و مسابقات آمادگی برای المپیک توکیو به همین سیاق لغو شدند. کمیته المپیک ایتالیا گفته است این وضعیت دست کم تا 3 آوریل یعنی حدود یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. ویروس کرونا در حال حاضر بیش از 113,000 نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده و دست کم 4,000 نفر بر اثر آن مرده اند. در اسپانیا که تا کنون 28 نفر تلفات داشته و حدود 1,200 مبتلا در آن شناسایی شدند، وزیر بهداشت خبر داده که از روز چهارشنبه مدارس منطقه مادرید دست کم برای 2 تعطیل خواهند بود. رئیس سازمان بهداشت جهانی حالا دیگر خطر همه‌گیری را جدی می‌داند. تدروس گبریسوس: حالا که ویروس در کشورهای زیادی ریشه کرده، تهدید همه‌گیری و پاندمیک ویروس بسیار واقعی شده، اما این اولین همه‌گیری در تاریخ خواهد بود که قابل کنترل است. مسئله اصلی اینجاست که سرنوشت ما دست این ویروس نیست. آنچه ما داریم تصمیمی است که به عنوان دولت، تجارت، جامعه، خانواده و فرد می‌گیریم و این تصمیم می‌تواند مسیر این اپیدمی و همه‌گیری را تغییر دهد. در آمریکا با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و آمار مرگ و میر ناشی از آن، رئیس جمهوری امروز برای گفتگو درباره تخفیف‌های مالیاتی احتمالی با رهبران جمهوری‌خواه کنگره دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ در این حال برخی از مدیران وال استریت را دعوت کرده که روز چهارشنبه برای گفتگو درباره تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا به کاخ سفید بروند. با این همه پیام‌های ضد و نقیضی از دولت آمریکا شنیده می‌شود. وزیر بهداشت الکس آزار گفته ویروس کرونا برای آمریکا مشکل درمانی بسیار بزرگی است و هیچ کس نمی‌خواهد وخامت اوضاع را کم رنگ جلوه دهد. با این همه رئیس جمهوری آمریکا کمی بعد از او در حساب توییتری خود نوشته سال گذشته 37,000 آمریکایی بر اثر ابتلا به آنفولانزای معمولی مردند. او گفته بر این حساب هیچ چیز در آمریکا تعطیل نخواهد شد و زندگی و اقتصاد روند خود را ادامه خواهند داد. با وجود این پیام دونالد ترامپ که همیشه تلاش داشته خود را مدیر اقتصادی موفقی معرفی کند، حالا تحت فشار شدید و هدف انتقاد جدی است. روز دوشنبه بازار سهام بدترین روز خود را در افت اقتصادی از زمان رکود سال 2008 میلادی تجربه کرد. سقوط قیمت نفت باعث افت نزدیک به 8% در شاخص دا جونز شد. در وال استریت برای جلوگیری از خرید و فروش‌های ناشی از وحشت سهامداران، معاملات سهام برای نزدیک به 15 دقیقه متوقف شد. مشخص نیست طرح‌های اقتصادی احتمالی دولت آمریکا تا چه حد می‌تواند نگرانی‌های بازار را برطرف کند. کرونا در جهان مهنوش پورزیایی گزارش می‌داد. و اما در ایران تازه ترین آماری که دیروز اعلام شد بیش از 7,100 مورد ابتلا به ویروس کرونا است و مرگ 237 تن تا روز دوشنبه. آماری که بسیاری از کارشناسان معتقدند با وسعت واقعی ویروس کرونا در ایران سازگار نیست. در این حال کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ایران اظهارات یک نماینده مجلس این کشور را که به نقل از سعید نمکی وزیر بهداشت گفته بود ویروس کرونا شناسایی شده در گیلان متفاوت از ووهان چین است تکذیب کرده و گفته این اظهارات وزیر بهداشت نبوده. با فرین آسمی نگاهی داشته باشیم به تازه های کرونا در ایران. با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و به لحاظ جلوگیری از ابتلا به این ویروس، این هشداری است که این روزها در شهرهای مختلف زیاد شنیده می شود درباره ماندن در خانه. حتی امکان کرد در موارد ضروری از منازل خود خارج نشوید.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا به حال در این کشور 7161 نفر به کرونا مبتلا شدند. 237 نفر جان خود را از دست دادند و 2394 نفر بهبود پیدا کردند. گزارش‌های غیر رسمی و گفته‌های مقام‌ها و نمایندگان محلی به ویژه در استان‌های شمالی ایران مبتلایان را بیشتر از اینها اعلام کردند. یک مقام دیگر جمهوری اسلامی هم بر اثر کرونا درگذشت. محمد رضا راهچمنی نماینده سابق مجلس از دوره دوم تا پنجم از حوزه انتخابیه سبزوار و مؤسس حزب همبستگی. او از سال 80 تا 84 رئیس سازمان بهزیستی ایران بود. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران هم به کرونا مبتلا شده. او در خانه در قرنطینه است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که فرزاد تزری، معاون پیشین اداره سیاسی سپاه و از مسئولان اطلاعات سپاه هم در بیمارستان بقیت الله بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته. ورودی شهر ایزدشهر مازندران از چند روز پیش استان‌های گیلان و مازندران وضعیت اضطراری دارند. محمد میرزا بیگی رئیس نظام پرستاری ایران گفته کمبود لوازم حفاظتی مانند دستکش، ماسک و گان در بیمارستان‌های شمال کشور نگران کننده است و پرستاران و کادر درمانی با سختی زیاد از بیماران مراقبت می‌کنند. حالا فرماندار اصلویه در استان جنوبی بوشهر هم می‌گوید این شهرستان وضعیت عادی ندارد و شرکت‌هایی که در مرحله پروژه هستند باید تعطیل شوند و گردشگران به اصلویه نیایند. فرماندار چابهار گفته هیچ خودرو صاحب پلاک شهرستان دیگر حق ورود به چابهار را نخواهد داشت. اما بعضی همچنان هشدارها را جدی نگرفتند. اینجا در کرمانشاه. با توجه به وضعیت قرمز کرونا و کرمانشاه همچنان مردم دارن هزاران هزار نفر در بازار مسکن میان بیرون. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران سه مرکز پخش ویروس کرونا را معرفی کرده. با دریافت بخشی از اطلاعات مبتلایان به کرونا در ایران و تحلیل اطلاعات عمل و نقل و پرداخت حضوری و غیره، آنها توسط متخصصان دادکاوی و استخراج مدل شیوع به این جنبندی رسیدیم که سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها هستند. مقام های جمهوری اسلامی از ابتدای پیدا شدن موارد ابتلا به کرونا در شهر قم کانون شیوع این ویروس آن را انکار کرده، با کسانی که درباره گسترش کرونا اطلاع رسانی کردند برخورد کرده و اماکن زیارتی را تعطیل نکردند. این گزارشی است که برنامه 20 و 30 در همان روزها پخش کرد و وجود کرونا در قم را شایع خواند. بازار اومدیم خرید بکنیم برای عید. شهرم خیلی اوکیه، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه. همون روزها بود که تظاهرات 22 بهمن برگزار شد و چند روز بعد در دوم اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این میان ترس از ابتلا به کرونا باعث شده بعضی به خوردن الکل صنعتی روی بیاورند. در اهواز 20 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را از دست دادند. 218 مورد مسمومیت هم در این شهر گزارش شده. معاون دادستان کرج هم گفته تا به حال 7 نفر بر اثر نوشیدن الکل تقلبی در استان البرز جان باختند. به دلیل شیوع کرونا در ایران، رئیس قوه قضایی از دادن مرخصی به حدود 70 هزار زندانی خبر داده و گفته ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود، با اولویت کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند باید ادامه یابد. با این حال، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در بند هستند و خبری از آزادی آنها نیست. خواهم گفت که در گزارش فرین آسمی شنیدیم از چند روز پیش استانهای گیلان و مازندران ایران وضعیت اضطراری دارند. در واقع بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا پس از تهران در استانهای قم، مازندران، اصفهان و گیلان گزارش شده. به همین دلیل هم نمایندگان استانهای مازندران و گیلان در مجلس ایران وضعیت این دو استان شمالی را اضطراری توصیف کردند. آنها خواهان انجام اقدامهای فوری برای مقابله با گسترش کرونا شدند. همچنین از کمبود تجهیزات پزشکی شکایت کرده و خواهان ممنوعیت ورود مسافر به این استان‌ها شدند. فرهام زاهد عضو شورای رشت دیروز در جلسه کمیسیون بهداشت این شورا چنین گفت: یک خواهشی که دارم از تمام عزیزانی که تصمیم گیر هستن در این حوزه، واقعیت رو مردم بگن. اینکه چه اتفاقی داره میفته. اینکه به قول آقای دکتر زاکری ما
تعداد کشته هایی که در روز دارین در باغ رضوان یا در جاهای دیگه، یا حتی کشته هایی که به هر حال ارسال میکنیم بعد از بسته‌بندی و در واقع حالا تیمم و کارهایی که صورت میگیره میفرستیم به شهرهای اطراف، این تعداد چرا به یک بار اینقدر زیاد شده؟ واقعا کرونا تأثیری نداشته؟ اگر تأثیر داشته بگیم به مردم. چرا میگیم بر اساس ناراحتی ریه، نارسایی ریه، قلب، نمیدونم آنفولانزا و موضوعات این شکلی؟ خب اگر بوده چرا قبل از این نبودیم؟ اگر هفته دوم این بیماری که الان درش قرار گرفتیم و به گفتی خودتون پیک بیماری هست و باعث این همه مرگ و میر شده بین همشهریای ما، اگر کرونا عاملش نیست پس چی؟ میخوایم به مردم نگیم اینها رو که چی مردم نترسن؟ مثلا اتفاقا جایی که باید این کارو بکنیم و مردم بترسن. تصمیماتی هم که در مرکز گرفته میشه چی بگیم که به دوستان توهینی نکنیم؟ انگار از یک جای دیگه اومدن. این فکر کنم بهترین حرفی که میشه در مورد این عزیزان زد. شخص آقای رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا. ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما خواهیم، ولی فکر کنم این دفعه باید تو باغ رضوان ازتون استقبال کنم، چون شوخی نداریم اینجا، بس خیلی خرابه. ولی ساعت کار برمیگرده به حالت هم. اینو همین دوستان بهش اشاره کردن، این جوکه، این مسخره است. ساعت کار برمیگرده به روال عادی خودش، بعد میگن در خونه بمونید و از مراجعات غیر ضروری پرهیز بکنید. فرهام زاهد بود، عضو شورای شهر رشت گیلان ایران. اینا همه در حالی است که سازمان جهانی بهداشت هشدار داده ویروس کرونا به آن تعداد از کشورها رسوخ کرده که خطر همه‌گیر شدن آن بسیار واقعی‌تر از پیش جلوه می‌کند. اما تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، گفته که همچنان می‌توان از شیوع سراسری ویروس کرونا جلوگیری کرد از طریق راهبرد دوگانه مهار و کاهش خطر. از دکتر امیر مقدم، پژوهشگر و متخصص ایمنی شناسی در دانشگاه آکسفورد انگلستان، پرسیدم تفاوت اپیدمی و پاندمی چیست و چه زمانی می شود شیوع یک ویروس را همه گیری جهانی تبیین کرد؟ ما معمولا اپیدمی به مواردی از شیوع بیماری های عفونی میگیم که در یک منطقه، حالا این منطقه میتونه کشور یا یک منطقه جغرافیایی خاورمیانه، مثلا شرق آسیا، در چندین کشور، چندین شهر به طور همزمان یا با یک وقفه پخش، اگر این بیماری عفونی از منطقه بگذره، قاره رو بگیره، به قاره دوم، قاره سوم بره، اتفاقی که الان افتاده دیگه بهش میگیم پاندمی، یعنی کلیه جهان تقریبا درگیر شده. ولی کشورهای مثل چین که تصمیم گرفتن قاطعانه و با جدیت به مهار این ویروس بپردازن، چه اقداماتی تا حالا انجام دادن که کشورهای دیگه بتونن ازشون یاد بگیرن؟ مثلا ایتالیا و ایران که به طور روزافزون دارن با افزایش چشمگیر شماره مبتلایان ویروس روبرو میشن. سوال بسیار مهمیه. ببینید، چین اقداماتی انجام داده که این اقدامات تقریبا با یک وقفه کوتاه از ابتدای بیماری شروع شد، موقعی که بیماری هنوز در یک استان تقریبا به اصطلاح وجود داشت و هنوز به استانهای دیگه نرفته بود، به شهرهای دیگه کاملا سرایت نکرده بود و مؤثر بوده، برای اینکه الان ما میبینیم بعد از چند هفته، بیشتر از یک ماه و خورده ای، تونستن این اپیدمی رو در چین مهار کنن و به اصطلاح حتی رشدش رو برعکس کنن. اینکه تا چه حد بتونن کشورهای دیگه این اقدامات رو دنبال کنن بسته به چند تا مسئله داره. یکی اینه که چقدر این امکانات رو کشورهای دیگه دارن. کشورهای غربی از یه طرف مشکلات خاص خودشون رو دارن که بتونن همچین روشهایی رو دنبال کنن، برای اینکه این روشها ممکنه مطبوع به اصطلاح ساکنان کشورهای غربی نباشه. این روش‌ها بعضی اوقات بسیار سخت و حتی خشن، نیروهای نظامی رو میطلبه، نظم بسیار قوی برقرار کردن. جنبه دیگه هم جنبه اقتصادی که کشورهای غربی خیلی ممکنه نخوان اون شوکای اقتصادی که چین میتونه جذب کنه این کار رو دنبال کنن. در مورد خصوص ایران و ایتالیا به نظر من این دو تا شبیه هم نیستن، از لحاظ رشد شبیه هن ولی از لحاظ دیگه ممکنه شبیه نباشن. ایتالیا مثل کشورهای دیگه غربی رفتار کرده، مثل کاری که فعلا در حال حاضر فرانسه و انگلیس و آلمان اینا دارن میکنن، یعنی سیستم باز، مسافران میومدن میرفتن، خیلی همچین نظارت شدیدی وجود نداره و این بیماری وقتی شروع شده سعی کرده به طور موضعی یه مقدار قرنطینه کنه، ولی باز هم کارهای بزرگ انجام نداده، اصلا کارهایی که چین انجام کرد انجام داد و انجام نداد. ولی مرحله بسیار بحرانی که حالا رسیده که ما بیشترش 9000 نفر در ایتالیا و به اصطلاح مشخص شده که دارن و صدها نفر الان در این دو روز دارن جونشون از دست میدن، حالا اومده داره اقداماتی رو انجام میده که
به اصطلاح یکم شدیدتره، هنوز هم مدل چین نیست. حالا میخواین مشخصا راجع به ایران صحبت بکنیم آقای دکتر. آمار تازه‌ای که وزارت بهداشت اعلام کرده، مرگ 237 تن و بیش از 7100 مورد ابتلا در واقع، فکر میکنین که تا کجا با وضعیت واقعی ابتلا به ویروس کووید 19 نزدیکتر شده؟ من چیزی که خیلی مهمتر میدونم رشد این شماره هاست. مثلا در ایتالیا 3000 میشه 6000 میشه 9000، ایران هم همین رشد رو داره نشون میده با شماره های نسبتاً بالا. بنابراین چیزی که این به ما میگه اینه که ما داریم به سمت یک همه‌گیری بسیار وسیع‌تر میریم. و همینطور یکی از دیگر از موارد تفاوت بین ایران و ایتالیا میتونه این باشه که یکی از مشکلات اصلی در ایران در واقع اینه که به دلایلی مردم به حرف مقام ها و دولت اعتماد ندارن و به دنبال راه چاره و راهنمایی از منابع دیگه هستن. به نظر شما مردم چطور میتونن اطلاعات درست رو از نادرست تشخیص بدن؟ این مسئله بسیار مهمیه. من در این مدت دو هفته اخیر تماس‌های بسیار زیاد داشتم از ایران که مستقیم هم همکارانم هم آشنایان و دوستان و حتی کسانی که منو همینجوری تو اینترنت پیدا میکنن دائم از من سوال‌های به اصطلاح بعضی سوال‌ها سوال‌های خیلی خوب و علمیه، بعضی سوال‌هایی که واقعا باید این جواب اینها به طور خیلی راحت در دسترس این افراد باشه و برای من یکم تعجب آوره. چند روز پیش شروع کردم ببینم که خودم اگه بخوام این اطلاعات رو روی سایت های ایران پیدا کنم چطوره، و واقعا چیزی که دیدم اینه که اولا که خیلی ساده نیست. مثلا شما ببینید سایت وزارت بهداشت باید روی اول صفحه اول یک به اصطلاح لوگوی خیلی بزرگ باشه، کرونا ویروس، اطلاعات لازم به اون که شما رو اون کلیک کنید و برید تا تمام چیزهای کرونا ویروس اونجا باشه، به کجا زنگ بزنید، چه تماس هایی وجود داره، چه اطلاعاتی وجود داره، و من هنوز اینو ندیدم. امیدوارم که زودتر این رو بذارن. میگن که یک اپ درست شده ولی من سعی کردم توی اون اپ به اصطلاح ثبت نام کنم که دائم ارور میداد و نتونستم. ببینید یه چیزی که من از مردم خیلی میشنوم و منو ناراحت میکنه و همین که نگرانم اینه که مردم میبینم از اطلاعاتی که توی سوشال میدیا میگرده و اصلا مخزنش مشخص نیست بیشتر استفاده میکنن تا اطلاعات سازمان بهداشت ایران. و مسئله مهم توی اپیدمی اینه که سازمانهای بهداشت منطقه‌ای بتونن با مردمشون یک تماس خیلی مستقیم داشته باشن و مردم به اونها اعتماد کنن. این که چطور باید این رو به دست آورد واقعا من نمیدونم توی این فرصت کوتاه چطور میشه این کارو. دکتر امین مقدم بود، پژوهشگر و متخصص ایمنی شناسی در دانشگاه آکسفورد انگلستان. خود شما شنونده ها و بیننده های برنامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی اطلاعات مربوط به کرونا و راه‌های جلوگیری از شیوع اون رو از کجا دریافت می‌کنین؟ میزان آگهی رسانی درباره کرونا در ایران رو چطور ارزیابی می‌کنین؟ چه کاری باید انجام بشه که فکر می‌کنین که باید انجام می‌شد ولی تا حالا نشده و باید بشه؟ چشم به راه دیدگاه‌های شما هستم درباره این و هر موضوع دیگری که در برنامه پخش میشه. به همین بهانه هم درود میفرستم به بینندگان ما در فیسبوک بی بی سی فارسی، به عبدالله و شوکت و نارملا و فرزان مهر و آناهیتا و زرفشان و بهمن و سعید و علی و عبدالله و زکریا و دوستان دیگر که در فیسبوک بی بی سی فارسی با ما هستن. پای پخش زنده برنامه میتونن نظر بدن. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. با این وصف هیچ هم عجیب نیست که کرونا همچنان بر صفحات روزنامه‌های صبح تهران موج میزنه. امروز هم روزنامه‌های صبح امروز ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی کردن که شرحش رو از فرشته قاضی از آتلانتا یا آمریکا میشنویم. بررسی روزنامه‌های تهران رو شروع می‌کنیم امروز با تناقض‌های آماری کرونا از دنیای اقتصاد، بحران الکلی در ایران از ابتکار و خرافه خطرناک‌تر از ویروس از مستقل، که همونطور که از تیتر این روز ما برمیاد خانم قاضی همه اینها مربوط به کرونا هست. از دنیای اقتصاد آغاز کنیم. تناقض‌های آماری میان وزارت بهداشت و همینطور اظهارات مقام‌های محلی و رؤسای دانشگاه‌های پزشکی در استان‌ها درباره آمار کرونا، موضوع این مطلب هست، چه میگه دقیقاً؟ دنیای اقتصاد نوشته به نظر بزرگترین توضیح دهنده این تناقض ضعف سخت افزاری در شناسایی افراد مبتلا است، مسئله که در مورد افراد فوت شده هم صدق میکنه. به نوشته این روزنامه اظهارات مقامات محلی یک نوع از کم برآوردی رو در داده‌های تجمیعی وزارت بهداشت منعکس میکنه و ابهامی که وجود داره اینه که چرا دقیقاً مشخص نیست چه تعداد بیمار
در اثر کرونا و چه تعداد در اثر بیماری های حاد تنفسی جان خود را از دست دادن. چرا مشخص نیست در بازی زمانی مشخص در سالهای گذشته به چه میزان بیمار ناشی از مشکلات حاد تنفسی وجود داشته؟ روزنامه ابتکار به یک موضوع مربوطه اجتماعی و اخلاقی پرداخته و میگه یک عده در این وضعیت که کرونا داره جان مردم رو میگیره، الکل صنعتی رو به جای الکل پزشکی میفروشن و از پیامدهای اون هم گفته لابد. همینطوره روزنامه ابتکار نوشته که عدم تأمین الکل طبی در شرایط کنونی و به دنبال شیوع بیماری کرونا در ایران از سوی مبادی رسمی عاملی شده تا سودجویان بتونن از این شرایط برای کسب درآمد استفاده کنن و الکل‌های تقلبی رو از مبادی غیر رسمی به دست متقاضیان برسونن. در شرایطی که وزارت صنعت و وزارت بهداشت خبرنگاران رو به نوشته روزنامه ابتکار به یکدیگر پاست کاری می‌کنند و سرنوشت الکل و ماسک تولید داخل مشخص نیست، دستوراتی فوری برای واردات این اقلام صادر شده که تا این لحظه از توزیع این نوع الکل‌ها در داروخانه‌های ایران خبری نیست. ابتکار انتقاد کرده از این موضوع و از جان دادن بیش از 26 نفر طی روزهای گذشته به همین دلیل خبر داده. و بشم خرافه خطرناکتر از ویروس از روزنامه مستقل که تفکرهای متحجرانه و بازی با جان مردم میتونه تیتر یا در واقع تعریف دیگه این داستان باشه. چی میگی دقیقا؟ هرمز شریفیان در این روزنامه به انتشار یک فایل شنیداری مربوط به جلسه ستاد مدیریت بحران استان قم پرداخته که فردی در این فایل خود رو طبیب اسلامی مینامه و خطاب مسئولین استان قم میگه که مسئله مقابله با ویروس کرونا رو به او و حامیان طب اسلامی بسپارن. آقای شریفیان میپرسه که مجوز حضور چنین افرادی در نشست بسیار مهم ستاد مدیریت بحران استان قم توسط چه کسانی صادر شده و این افراد بر اساس چه مجوزی در حوزه تصمیم گیری سلامت جامعه حاضر و برای بستن دهان منتقدانشون مدعی صدور مدرک پزشکی از سوی امام صادق میشن. به اعتقاد نویسنده همین طرز تفکرهای متحجرانه باعث شد تا حرم حضرت معصومه پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر تعطیل نشه و این ویروس از کانون قم به اکثر شهرهای ایران سرایت بکنه. به موضوعات دیگر روزنامه صبح امروز چاپ تهران برمیگردیم با فرشته قاضی در ادامه برنامه. و ما از ایران خبرهای دیگر هم داریم که لاجرم موضوع کرونا باز هم درشون هست. از ناصر مدنی بشنویم. البته بعداً ظاهراً به این موضوع باز خواهیم گشت چون این خبرها همچنان در دست تهیه است. و اما باز هم کرونا و این بار از دید اقتصادی. اثرات کرونا طبعاً فقط بهداشتی نیست بلکه پیامدهای بسیار دیگر هم دارد، از جمله اقتصادی که دیروز بیش از پیش خودنمایی کرد. در واقع نگرانی ها در مورد گسترش ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت دیروز بازارهای جهانی را دچار بدترین وضعیتی کرد که از زمان بحران مالی 12 سال پیش، یعنی از 2008 میلادی تا کنون تجربه نکرده بودند. سه شاخص اصلی بازار آمریکا با بیش از 7% افت کرد، آن هم پس از افت شاخص ها در آسیا و اروپا. در پی سقوط بازارهای مالی جهان، معاملات در بازار بورس نیویورک برای 15 دقیقه دچار وقفه شد. از حسن منصور، استاد اقتصاد، کارشناس نفت و انرژی در لندن پرسیدم آیا ما در آستانه یک بحران مالی تازه‌ای هستیم شبیه بحران 12 سال پیش یا فعلا چنین نشانه هایی مشاهده نمی شود؟ پیشبینی قضیه دشواره، ولی شرایطی که امروز هست قطعا قابل مقایسه با شرایط 2008 هست. یعنی تمامی عوامل بحران وجود داره و ارزیابی های اینه بستگی به این داره که اوضاع چگونه پیش میره، چون همه پیش بینی کنندگان، ارزیابی کنندگان بر مبنای سناریوهای مختلف عمل میکنن. از طرف OECD ارزیابی کرده، IMF ارزیابی کرده، بانک جهانی و تمامی نهادها بر مبنای چندین سناریو دارن کار میکنن که اگر این به پیک اوج این بحران در مارس تموم بشه، در این صورت چه مقدار ضرر خورده، اگر این طول بکشه در نهایت تا پایان سال بره اون وقت چقدر. در نتیجه برآورد این زیان ها بسیار بسیار بالاست و بازار
به طور کلی بازار سرمایه، بازار پولی در تلاطمی است که عملا امنیت بازار رو ربوده، به طور که نه سرمایه گذار میدونه چیکار بکنه و ناگزیرن که بعضی از بورس‌ها رو تعطیل بکنن. این البته شرایط استثنایی است، چند روزه این قضیه تسکین پیدا میکنه، ولی واقعیت این است که هر رقمی امروز گذاشته بشه روی مسئله، این رو باید موقت تلقی کرد، برای اینکه هر روز از ده ها منبع دیگه اطلاعات جدید میرسه که اینا باید رو هم گذاشته بشه تا به تصویر محکمتر برسیم. و بنا به ارزیابی شما آقای منصور، جهان چقدر آمادگی رویارویی با این چالش برای بازارهای مالی رو داره؟ چون پدیده جدیدی است، در واقع جهان آمادگی زیادی نداره. یعنی متمرکزترین و قویترین دولت‌ها در این زمینه امکانات مسئله رو فراهم نکردن. منتها برخیا چون نهادهای استوار دارن، نظیر جامعه آمریکا و اروپا، میتونن کارهای استواری مهمی انجام بدن، ولی بسیاری کشورها قضیه عقب میمونن. ولی اگر من متوسط قضیه رو بگیرم، یعنی مثلا تا ماه جون جولای این مسئله ادامه پیدا بکنه، تا اون وقت این ضرر و زیان بسیار بسیار بالاتر از قبلا مثلا مؤسسه اقتصادی آکسفورد برآورد کرده بود، 340 میلیارد، امروز صحبت بر سر در حدود 3 تریلیون دلار ضرر و در نتیجه هنوزم تمام داستان مشخص نیست. در نتیجه می شود گفت که این بحران تا کنون به حد بحران سال 2008 رسیده. یکی از دلایل کاهش قیمت نفت در واقع این بود که کشورهای روسیه و اوپک اختلاف نظر داشتند در مورد کاهش تولید نفت. حالا آیا امکان داره که وضعیت موجود صادرکننده های نفت رو متقاعد بکنه که باید به اجماع برسند؟ ببینید، علت عمده که اینا نتونستن به توافق برسن و عربستان سعودی عملا بنای تکروی رو گذاشت، این بود که تقاضای نفت به شدت افت کرده و یکی از این دلایل عمدهش همین بحران در جامعه چین و دیگر کشورهاست. و به این ترتیب وقتی قیمت نفت این اندازه سقوط میکنه، امروز در حدود 20%، در نتیجه نظام بانکی به بحران میره، به خاطر اینکه میلیاردها صدها میلیارد دلار پول این بانک‌ها در دست سرمایه‌گذاران شیل آمریکاست. در نتیجه اگه قیمت شیل سقوط بکنه، قیمت نفت، اینا نخواهند دونست وام‌های خود رو بپردازن، درنچه قیمت بانک‌ها به هم میخوره و سهامشون نزول میکنه. به این ترتیب این مثل ظروف مرتبط به همدیگه مربوطه و اگر از این نظر گشایشی پیدا نشه که افق رشد دیده بشه، در این صورت جمع و جور کردن قضیه مشکله و نفت و عرض کنم بانک ها به هم دیگه با توامن میتونن پایین برن. با حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن صحبت میکردم درباره تبعات اقتصادی کرونا. حالا بریم سراغ باقی خبرهای ایران. در ایران در نگاه با ناصر مدنی. دفتر رهبر ایران میگوید سخنرانی نوروزی آیت الله خامنه ای که هر سال در روز اول سال جدید در مشهد انجام میشد، سال آینده برگزار نخواهد شد و او به این شهر سفر نخواهد کرد. علت لغو سفر رهبر ایران شیوع ویروس کرونا و توصیه به جلوگیری از برگزاری تجمعات و خودداری از سفر و خارج شدن از شهرها عنوان شده. رهبر ایران پیشتر همزمان با اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران از آن به عنوان تلاش دشمن برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر مجلس یاد کرد. مادر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران میگوید دخترش در زندان توسط یک متهم دیگر تهدید جنسی و جانی شده است. عذرا بازرگان در این نامه گفته فردی که نرگس محمدی را تهدید کرده با اتهاماتی چون دو قتل، سرقت و مواد مخدر در زندان است. خانم بازرگان گفته مسئولیت هر اتفاقی که برای دخترش بیفتد با قوه قضاییه است. و جشنواره فیلم برلین با صدور بیانیه‌ای به تصمیم مسئولان قضایی ایران برای احضار و اجرای حکم زندان محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی اعتراض کرده است. در این بیانیه آمده که احضار آقای رسولوف شوکه کننده است و این جشنواره به صورت بنیادین متعهد به آزادی بیان و آزادی در هنر است. محمد رسولوف با فیلم تازه‌اش شیطان وجود ندارد برنده خرس طلای دوره اخیر جشنواره فیلم برلین شده است. او با حکم مسئولان قضایی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده است.
اینجا لندن از رادیو بی بی سی چشمانداز بامدادی سه‌شنبه است 20 اسفند 10 مارس. در این لحظات بامدادی نگاه تازه داشته باشیم به سرخط خبرهای جهان، مهمترین آنها تا این لحظه در این برنامه. در سراسر ایتالیا تدابیر سختگیرانه قرنطینه پیاده شده تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود. در این کشور برگزاری همه گردی همایی ها منع شده و از مردم خواسته شده که در خانه های خود بمانند. کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ایران اظهارات یک نماینده مجلس این کشور را که به نقل از سعید نمکی وزیر بهداشت که گفته بود ویروس کرونا شناسایی شده در گیلان متفاوت از ووهان چین است تکذیب کرده و گفته که این اظهارات وزیر بهداشت ایران نیست. وزارت بهداشت ایران آمار کرونا در این کشور را تا بعد از ظهر دیروز 7161 مبتلا و 237 جان باخته اعلام کرد و آمریکا به برگزاری دو مراسم تحلیف در افغانستان که طی آن محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین این کشور هر دو سوگند یاد کردند واکنش نشان داده و گفته است که با تشکیل یک دولت موازی در افغانستان مخالف است و از حاکمیت ملی و یکپارچگی افغانستان حمایت میکند. خب اینجا که رسیدیم به میانی برنامه، در واقع گذشتیم، خیلی عبور کردیم و عدول کردیم از میانی برنامه، نگاهی هم بیاندازیم به آن نیمه دیگر. مسلمان از افغانستان خواهیم گفت که اشاره کردم صبح امروز با حضور دو رئیس جمهور در دو کاخ مجاور بیدار شده. از موضوعات بلعجبی است که اتفاق افتاده بهش خواهیم پرداخت. مطالب دیگر هم داریم که لابلای آن از کتاب‌های تازه ایران هم یاد خواهد شد. کتاب حکومت 58 عکسایی که من در سال 58 و اوایل سال 59 گرفتم، یعنی وقایعی که در این ایام اتفاق افتاد که در واقع شروع دو دستگی ها و مخالفت ها، زد و خورد ها و این مسائل بود. دو کتاب هفته از ایران تا حدود 14 دقیقه دیگر، امیدوارم که با ما بمونید. اما به موضوع افغانستان بپردازیم. یک کشور با دو فرمانروا، یا به تعبیر امروزی تر یک جمهوری با دو رئیس جمهور، چیزی که قابل تصور نبود و نیست، اما چیزی است که حادث شده. در افغانستان دیروز در کابل دو مراسم تحلیف برگزار شد، در دو کاخ با فاصله بسیار اندک، در ارگ ریاست جمهوری و در کاخ سپیدار. در اولی محمد اشرف غنی بود و در دومی عبدالله عبدالله، هر دو خود را رئیس جمهوری افغانستان می دانند. در تازه ترین تحول، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که کشورش با تشکیل یک دولت موازی در افغانستان مخالف است و از حاکمیت ملی و یکپارچگی این کشور حمایت می کند. در مراسم تحلیف دیروز آقای غنی نمایندگان آمریکا و اروپا و چند کشور دیگر حضور داشتند، اما در مراسم تحلیف آقای عبدالله حضور نمایندگان خارجی به چشم نمی‌خورد. از عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پرسیدم که آیا می‌شود این مورد را به عنوان شاخص مشروعیت دو هیئت از چشم جامعه بین‌الملل تلقی کرد. از چشم جامعه بین‌الملل می‌شود که بگوییم که در مراسم تعلیف آقای غنی ایده بیشتر اشتراک داشتند و از اون نقطه نظر جایگاه افغانستان در سازمان ملل معلوم است که چی است و آن دیده شده که از لحاظ تعاملات بین المللی هم کشورهای جهان با آقای عبدالله و تیمش به چی شکل برخورد میکنه، آیا بایستی یک تیم شبه حکومتی، یک تیم به اصطلاح اپوزیسیونی و یا یک تیم سیاسی مهم افغانستان. یقینا که در اینجا در خلال روزهای آینده معلوم خواهد شد که جامعه بین المللی با چی شکل با این موضوع برخورد خواهد کرد. و با وجود این رویداد بی سابقه که دو تن همزمان به عنوان رئیس جمهور افغانستان مراسم تحلیف برگزار کردند، هر دو خواهان همگرایی و کنار گذاشتن اختلافات و تشریک مساعی در روند صلح شدند. این در حالی که طالبان اظهار تمایل کرده که از امروز به بعد با هر دو وارد گفت و شنود صلح بشه. آیا دو دستگی دولت در مذاکرات صلح به طالبان متحد دست بالاتری نمیده؟ یقینا که برای طالبان از لحاظ سیاسی که انسجام بیشتر داشتن، مرکزیت بیشتر و قویتر دارن، در روند سیاسی پیش رو امکان داره که یک احساس قویتر بدهند و اونها از این مورال قویتر
استفاده برای خود بکنند. ولی بسیار مهم است که دیده شود که در خلال چند روز آینده آقای غنی و آقای عبدالله آیا دیدار به هم میرسانند، که من فکر میکنم که امکاناتش زیاد است. سر کدام موضوعات صحبت خواهند کرد، آجندای صحبتشان چی خواهد بود و چی تصامیم اتخاذ میکنند در ارتباط با همکاری یا عدم همکاری با پروسه صلح؟ آیا اینا قادر به این خواهند شد که یک تیم مذاکره کننده مشترک که نه تنها خود از اینا بلکه دیگرها هم در روز هم داشته باشند؟ چون در افغانستان ایده سیاسیون بیشتر از چاکات هر از این دو تیم است. آیا دیگرها هم در این سهم خواهند داشت و یا ای که این دو تیم به جداگانه پروسه صلح به پیش خواهند برد و بدون تفاهم، که او در او صورت معلوم دار کار طالبان از یک نقطه نظر آسان‌تر میشه، از یک نقطه نظر مشکل‌تر، و کار پروسه صلح من فکر میکنم که با یک بحران جدید روبرو میشه. حالا ارزیابی کلی شما رو میخوام آقای صمد. فکر کنم سعدی شیرازی گفته که 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. این دو ریاستی راه به کجا میبره نهایتاً به نظر شما؟ به این تعلق داره که مردم افغانستان در شهر و در روستا چی عکس‌العمل و چی واکنش نشان میدهند. دیده شود که کیها از که انزجار دارند از این که مثلا انتخابات نتیجهش غیر مطلوب میدانند و یا تقلبی میدانند، اونا آیا تحت چتر آقای عبدالله کار خواهند کرد یا ای که همه تصمیم میگیرند که باید یک چتر باشه؟ در حالت فعلی متاسفانه که موضوع تنها منحصر به کابل نیست، تنها منحصر به سپیدار و ارگ نیست، تنها منحصر به دو شخص نیست. من فکر میکنم که نقش عام مردم افغانستان، اونهایی که رأی دادن، اونهایی که در خیابان برآمدن، اونهایی که در ولایات و در روستاها و در ولسوالی ها جانبداری خود از باز اصول و یا باز طرفهای سیاسی ابراز کردن، اینا امکان داره که حرفی آخره داشته باشه. عمر صمد بود، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، از چشمانداز بامدادی رادیو بی بی سی در لندن. و ما درباره رویداد خارق‌العاده افغانستان که صحبتش رو داشتیم با آقای صمد، در روزنامه‌های صبح امروز تهران هم مطالبی بوده، ولی پیش از اون یکی دو موضوع دیگر هم داریم مربوط به ایران از روزنامه‌های امروز با فرشته قاضی، روزنامه‌نگار آزاد در آتلانتا آمریکا. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با چرا آمار کشته شدگان آبان منتشر نشد از شرق، اختلافات ایران و آژانس به کجا میرسد از آرمان ملی، و در نهایت هم حکایت 2 پادشاه در یک اقلیم از ابتکار. خب مطلب اول که در این بخش انتخاب کردین خانم قاضی، چرا آمار کشته شدگان آبان منتشر نشد، سوالی است که خیلی ها مطرح میکنن. در واقع کرونا که اومد انگار همین مطالبات به حاشیه رفته. روزنامه شرق به موضوع کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اشاره کرده و مسائل دیگه، جزئیاتش چیه؟ همینطور روزنامه شرق معتقده که اومدن کرونا کشور رو در شرایطی قرار داد که تمام مطالبات از جمله آمار کشته شدگان آبان، رسیدگی به پرونده حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی و بررسی نامه نیلوفر بیانی که مدعی شکنجه در دوران بازداشت و بازجویی خودش شده به حاشیه رفته و همه دنبال اخبار کرونا هستن. اما مسئله مهم اینه که اگه دولت وضعیت کشور رو چنان عادی میدونه که نیازی به تعطیلی یا قرنطینه نیست، پس بیاد به وظایف عادی خودش عمل کنه و در رابطه با همین پرونده ها در مقام پاسخگویی بر بیاد. اما امروز چندی از روزنامه ها به اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداختند و ایرادهایی که او از ایران گرفته. روزنامه آرمان ملی نوشته اختلافات ایران و آژانس به کجا میرسد، پاسخی هم داره؟ در روزنامه اصولگرا، روزنامه وطن امروز تیتر تهدید مشقی رو برای سخنان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب کرده. اما در روزنامه اصلاح طلب، یوسف مولایی در روزنامه آرمان ملی نوشته که گزارشات اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جنبه‌های دو پهلو داره و در برخی مواضع ایران رو تحسین و در برخی نقاط با ادبیاتی تند ایران رو نقد می‌کنه و اینها همچون گزارش‌هایی هست که سبب شد تا پرونده ایران به شورای امنیت بره و کار رو در سال‌های گذشته برای ایران سخت کرد.
اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه به اعتقاد یوسف مولایی، کار رو در ابتدا در شورای حکام و در ادامه در شورای امنیت برای ایران سخت‌تر خواهد کرد و دستگاه دیپلماسی کشور باید سیاستی تعاملی با آژانس در دستور کار قرار بده، زیرا هر گونه تنش در این موقعیت به هیچ وجه به صلاح کشور نخواهد بود. و سرانجام حکایت دو پادشاه در یک اقلیم از روزنامه ابتکار که از همین عنوان پیداست مربوط به مراسم تحلیف دو رئیس جمهور در یک کشور افغانستان. این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشته در روزنامه‌های ایران. جلال خوش‌چهره در روزنامه ابتکار در سرمقالش اشاره کرده به انفجارهایی که همزمان با مراسم سوگند دو مدعی قدرت در افغانستان صورت گرفته و نوشته که این انفجارها به همراه بی‌اعتنایی مردم افغانستان به مراسم کاخهای ریاست جمهوری و ریاست دولت اجرایی هشداری روشن برای نه تنها ساکنان هرم قدرت بلکه برای حتی مردم هست که وحشت بازگشت طالبان همه امید و آمال اونها را برای دستیابی به زندگی مطمئن دچار تردید کرده. اون کسی که خمپاره شلیک میکنه به اعتقاد آقای خوش‌چهره و جان مردم براش پشیزی نمیارزه، اهل گفتگو و تعامل با هیچ یک از مدعیان قدرت در کابل نیست. خب اینم از روزنامه صبح امروز چاپ تهران بود که فرشته قاضی مرور میکرد. همزمان داشتم به پیام‌های شما نگاه میکردم که طبق معمول این روزها تعدادشون اندک نیست. از اسکندری از فیسبوک شروع میکنم، گفته که با وضعیت فعلی و تحریماتی که ایران داره نیاز مبرم به کمک‌های بین‌المللی مشهوده. دولت به تنهایی نمیتونه تمام کشور رو ساپورت یا حمایت کنه. بگذاریم از کوتاهی‌های دولت و جدی نگرفتن مشکل کرونا. مترسک گفته که دولت در ایران به مردم دروغ میگه. به نظر مترسک شهریار میگه که شمال وضع خیلی خرابه، تو رو خدا به مردم بگین نیان. هیرکان با اشاره به لغو سخنرانی نوروزی علی خامنه‌ای در مشهد گفته که چرا آقای خامنه‌ای، برو مشهد، امام رضا خودش سلامتت رو تضمین میکنه. نارملا به زبان انگلیسی برامون نوشته که کرونا نشان یا آیه‌ای از خداست تا انسان‌ها به یکدیگر ارج بگذارند. به تلگرام هم بپردازیم. اندک از افغانستان میگه، حسیب الله میگه که از قدیم گفتند آشپز که دوتا شد آشور میشه یا بینمک، حالا که آشپز سه تا شده با حسب طالبان در افغانستان خدا به خیر بگذرونه. این رو امیر نوشته از مشهد. بهنام میگه که شیراز هستش و میگه تفاوت ما ایرانی ها با همه دنیا اینه که تا خیلی نترسیم جدی نمیگیریم و متاسفانه حالا که شمال رو بستن خیابان های شیراز تعداد زیادی خود رو با پلاک شهرهای مختلف بعضن با باربند دیده میشه. مادامی که صدا و سیما شرایط رو کنترل شده جلوه دهه میده، بازارها شلوغ و تجمعها بسیار شده. این هم نظر بهنام بود. اگه فرصت شد به پیام شما برمیگردیم. فعلا بریم سراغ ورزش. خب حتما حدث شما هم همینه که خبرهای ورزشی هم مربوط به ویروس کرونا است و اثراتش بر ورزش که همینطوره، به ویژه در فوتبال. از پوریا جعفری بشنویم. در بقیه اخبار حتما شنیدید راجع به مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، یکیشون که امروز برگزار میشه بدون تماشاگر خواهد بود و یکی هم فردا. دو تا مسابقه مهم هستن، والنسیا در اسپانیا مقابل آتالانتا از ایتالیا بدون تماشاگر، با وجودی که بازی رفت رو والنسیا 4-1 باخته. پاریس سن ژرمن هم فردا با وجودی که بازی رفت رو به دورتموند باخته بود بدون تماشاگر در پاریس پذیرای این تیم خواهد بود. جالبه که این تصمیم رو پلیس فرانسه گرفته و در واقع داره تیم خودشون رو محروم میکنه از امتیاز میزبانی و کارشون هم سخت‌تر میشه. اما بریم سر اون قسمت از دنیا که برای شنونده‌های ما و همینطور بیننده‌های ما مهمتره، فوتبال آسیا، جایی که فیفا بعد از صحبت با کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به اینکه انتخابی جام جهانی در این دوره با انتخابی جام ملت‌های 2023 یکی هستن، تصمیم گرفت که مسابقه‌های پیشرو به خصوص اون‌هایی که در ماه مارچ هستن رو فعلا برگزار نکنه. مسابقه های ماه جون یعنی خرداد ماه هم عقب افتادن، یعنی هر 4 تا مسابقه ای که تیم ملی فوتبال ایران داشت، دوتایی که در فروردین جلوی هنگ کنگ و همینطور کامبوج بعد برگزار میشد، به علاوه دوتایی که حساس تر هم هستن، اون دوتا مسابقه در خرداد ماه جلوی بحرین و عراق بودن، عقب افتادن. یک تبصره داره این قانون که
گفته در صورتی که فدراسیون های تیم هایی که با همدیگه بازی دارن به توافق برسن، این مسابقه ها اگر که فیفا و AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید بکنن میتونه که انجام بشه، که در مورد ایران تقریبا بهتره که فکر بکنیم که برگزار نمیشه. مثلا توی این 10 روز پیش رو تاجیکستان که تا به حال حتی یک مورد ابتلا به کرونا هم نداشته با مغولستان داره بازی میکنه، اون مسابقه شاید مشکل خاصی نباشه که تماشاگران هم حضور داشته باشن، بازی ها بخواد انجام بشه. اما در مورد ایران واقعا بعید به نظر میرسه که کشورها اولا بتونن به ایران پرواز بکنن با توجه به اینکه پروازهای زیادی کنسل شدن، و از طرف دیگه اینکه کشورها مایل باشن در این فضایی که در ایران وجود داره بخوان در تهران بازی بکنن، در شهرهای دیگه بازی بکنن، حتی اگه که بدون تماشاگر اگه بخوان بازی بکنن، نکته ای که به ضرر فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود. از طرف دیگه مسئله بازیکنهای خارجی رو هم داریم و اونهایی که برگردند به ایران و بخوان برگردن به باشگاه خودشون دچار این مسئله قرنطینه خواهند شد. واقعا بعیده، یعنی احتمالش پایین‌تر از 1% بدونید که این مسابقه ها بخواد توی این تاریخ ها برگزار بشه. لیگ داخلی هم که الان که داریم صحبت میکنیم تعطیل هست، تا 14 فروردین ماه ادامه پیدا نخواهد کرد، و خب بازیکن ها هم تو شرایطی نخواهند بود که بازیکنایی که در لیگ داخلی بازی میکنن که بتونن به تیم ملی فوتبال ایران کمک بکنن. پوریا ژافره و ما مریم زندی و کاوی فولادی نسب، دو چهره امروز مرور کتاب های تازه از ایران به روایت مسعود بهنود، روزنامه‌نگار مقیم لندن. مریم زندی نه از روزهای انقلاب که ناگهان همه کسایی که در خیابون بودن یا ناظر بودن یا شرکت کرده بودند به یک خانم جوان باریک اندامی برخوردند که با چه شوری تمام لحظات از جای پستی و بلند بالا می رفت و داشت عکس می گرفت، بلکه قبل از اینها و در حالی که در دهه 20 عمر بود، شاید زودتر از اون هم، در مجموعه تلویزیونی آتش بدود که شاهکار نادر ابراهیمی هست و نادر ابراهیمی برادر بزرگ خانم زندی هست، در اونجا بازی کرد و نقش مهمی هم داشت. غیر از اون 2 فیلم دیگه هم، ما از راه دیگر می رویم و صدای صحرا هم بازی کرده بود که در همه حال اسم نادر ابراهیمی همراهش بود. مریم خانم بعد از اینکه دیگه عکاس شد دیگه این کار رو جدی گرفت، اما دیگه انقلاب شده بود، دیگه انقلاب اجازه این رو نمیداد که شما همونقدر که در 1 سال یا 2 سال اول در صحنه خیابان سوژه ها رو جستجو کنید این کار رو ادامه بدید. به همین جهت هم ایشون چندین کتاب منتشر کرد که الزاماً مسائل این چنینی نبود، بلکه ترکمن و صحرا راجب معلومه دیگه ترکمنستان بود و صحرا، یا چهره ها که یکی دو تاشو منتشر کرد، چهره های از ادبیات معاصر ایران رو تثبیت کرد، سیمای از نقاشان معاصر، هنرمندای سینما و تئاتر. اما این کتاب، یعنی مجموعه عکس هایی که گرفته بود یا بخشی از عکس هایی که گرفته بود در روزهای انقلاب، این یه داستان دیگه ای پیدا کرد. اول اینکه تمام این سالها امکان چاپ این عکس ها، عکس های مربوط به انقلاب، اون عکس ها که ایشون گرفته بود و میخواست چاپ بکنه نبود، و همین جهت هم باید منتظر میموند تا سال 92 یا 93، و بالاخره تونست با یک سماجت به خصوصی اون کتاب رو بدون هیچ گونه سانسور و دستکاری منتشر کنه. اون کتاب می آورد تا سال 58، یعنی تا همه پرسی، و بعد از همه پرسی باقی میموند برای جلد دومی که حالا منتشر شده است. گوش بدیم به صدای خانم مریم زندی که درباره کتابش میگه. کتاب حکومت 58، عکسایی که من در سال 58 و اوایل سال 59 گرفتم، یعنی وقایعی که در این ایام اتفاق افتاد که در واقع شروع دو دستگی ها و مخالفت ها، زد و خورد ها و این مسائل بود. که در واقع یک تفاوت اصلی که این دوتا کتاب با هم دارن از نظر من اینه که کتاب انقلاب 57 کتابی پر از امید و شادی و در واقع کتاب شیرینیه، توش اتحاد و امید خیلی دیده میشه. اما حکومت 58 در واقع کتابیه که داره نشون میده که اون امیدا چجوری داره برباد میره و دو دستگی ها و حزب ها در واقع داره شروع میشه.
برای همین فضای کتاب حکومت 58 فضای تلخ و نگران کننده ایه که همش همین زد و خورده و این مسائلیه که پیش آمده و گروه ها و آدم ها و در واقع تفکریه که حکومت سعی میکنه در واقع حذفش کنه. و من با اکسام در واقع دارم سعی میکنم که اون وقایعی که اتفاق افتاده، اون حافظه تاریخی یا جمعی که ما در اون روز داشتیم و من سعی کردم با اکسام حفظش کنم، الان میخوام که اونها دیده بشه. و با توجه به اینکه به هر حال از همون موقع حکومت سعی کرده یک چیزایی رو حذف کنه و دیده نشن و به تدریج روایت خودش رو از انقلاب مطرح بکنه، من الان کاری که تو این کتابام دارم میکنم و سعیم اینه که اون چیزی که واقعیت بوده، اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده و اون چیزی که در روزهای انقلاب شاهدش بودم، این که همه گروه ها بودن، این که زنهای بی‌حجاب هم بودن، این که فقط همه مدافع یا اسلامی نبودن، و من دلم میخواد که با این عکس ها به هر حال بتونم الان جوونا و اونایی که خب خیلی دائم هی به ما میگن چرا انقلاب کردین یا این که به هر حال در این زمینه سوال هایی دارن، با واقعیت اون روزها و این که اون روزها چه اتفاقاتی افتاد، با عکس های من که به هر حال اسنادیه که از اون موقع مونده، بتونن جوابشون رو شاید پیدا بکنن. کاوه فولادی نسب متولد سال 59 هست، ولی بیشتر از اون که یک 40 ساله رو نشون بده کار کرده، به خصوص در تدریس داستان نویسی. او کارشناسی ارشد معماری رو گرفت و بعد رفتش به آلمان، در اونجا در دانشگاه فنی حاضر شد، ولی در این وسط ها روزنامه نگاری میکرد مدام، به خصوص روزنامه نگاری ادبی، و بعد رفت به کارگاه داستان نویسی جمال میرصادقی سال 80، و همان رفتن بود که هنوز هم در این وادی هست. قصه که میخوام ازش صحبت کنیم، یعنی 8244، آخرین قصه ایست که نوشته و مثل قصه های قبلیش بلافاصله اثر گذاشته. چرا؟ به خاطر اینکه با تأکیدی که روی تدریس داره و برای تدریس مدام میخونه و چندین جلد کتاب در آورده است در زمینه نقد ادبی، حالا دیگه میشه گفت که کاملا مسلط است به صحنه، به خصوص که یک همراهی هم داره که مریم خانم نودهی هست و تو کتاب مختلف حضور داره. این ترکیب شدند الان بسیار فعال در زمینه گسترش کتاب و کتابخانه، یک پای در آلمان، یک پای در تهران. و این کتاب آخری هم همینقدر به شما گفته باشم که یک بازی عجیب زیر پوستی داره در مورد زمان. همین رقمی که دربارش صحبت میکنه، اسم کتاب هست 8:44، از کجا اومده؟ 8:44 از کجا اومده؟ این رو میبره در قالب شهری که تهرانه و در کوچه پس کوچه های این شهر با نگاهی به زیر ساختا و تغییراتی که پیدا کرده ازش یک رمان خوب بیرون میاد که الان بخشی از اون رو کاوه فولادی نسب خودش میخونه. لاله‌زار را گذاشت برای الکتریکی ها و موتوری ها و پیچی توی منوچهری. دیگر آن منوچهری بچگی هایش نبود، اما نیاسان هنوز دوستش داشت. آن سالها این خیابان راسته عتیق فروش ها بود و برای خودش یک پاموزه تاریخ معاصر. مغازه هایش از هر دوره یادگاری داشتند، از عصر قاجار، قلیان و قوری و سرویس های فرانسوی، از دوران رضا شاه، رولور و تپانچه، و از دوره محمد رضا، مدال های عمرای ارتش و سکه های یاد بود. در سالهایی که هیچ چیز سر جای خودش نبود، توی منوچهری هم کم کم سر و کله زامبی ها پیدا شده بود. اول کیف و چمدان فروش ها آمده بودند و به یک چشم به هم زدن تمام شرق خیابان را گرفته بودند. بعد نوبت به آرایشی فروش ها رسیده بود که تیز کرده بودند برای غرب منوچهری. حالا دیگر این سمت خیابان هم مثل دهانی که دندانهایش یکی در میان دوتا در میان ریخته باشند، عتیق فروش ها جایشان را داده بودند به آرایشی فروش ها. نگاهی به ساعت انداخت، تا 3:15 وقت داشت. 20-25 سال پیش پدرش هر وقت برای سرزدن به پدر واهمی آمد این طرف ها، او را هم با خودش می آورد.
واه بهترین همبازیش بود. بی خیال جنگی که صدها کیلومتر آن طرفتر در جریان بود و هنوز پای موشکبارانش به تهران باز نشده بود، با واه توی کوچه پس کوچه های منوچهری و کوش گلالزار آتش می سوزندند. واه همیشه رئیس بود و خرابکاری ها همیشه می افتاد گردن نیاسان. همین بود که کتک خورش ملس شده بود. همین بود که پدر همیشه ازش ناراضی بود. همین بود که نیاسان هنوز هم هر وقت می خواست کاری کند یا تصمیمی بگیرد دست و دلش می لرزید. در پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی امروز یک دیدگاه طنزآمیزم بخونم از فردین که میگه آقا افغانستان خوش به حالش دوتا رئیس جمهور داره. ما از وقتی که کووید 19 اومده همون یه دونه رو هم نداریم، ظاهرا داره در سنگر استراتژیک تلفات کرونا رو میشموره. سپاس از همراهی تک تک شما با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. تا لحظه دیگر با تازه‌ترین خبرهای جهان برمیگردیم که به دنبال آن مطالب ساعت اول برنامه تکرار میشه.